سرپرست کانون هماهنگی رهبران یهود که قبلش پروفسور نتسر بودن که یک به حال استادم بودن در زمینه ایران شناسی و پارس یهود، این برنامه رو به پیش برد. حالا جناب منش امیر در این یعنی در این راه از طریق صدای اسرائیل تاثیرگذار بودن بر روی مردمان ایران. از طرف دیگه از نظر پژوهشی فقط رسانه‌ای نیست، نکنید افرادی هستن که در این زمینه آمدن و جانفشانی داشتن و نامشون برده نشده. کانون هماهنگ رهبران یهود سعی بنا داشته از نظر سه نظر، پیوند دو ملت پارس و یهود که ما بهش میگیم ایران و یهود، یا ایزو سولیداریتی ایران جودایکا سولیداریتی کمپین، در دانشگاه ها روی یعنی روی جوانان تاثیرگذار باشه. از طرف دیگه توانمند ساختن به اسم وومن فامیلی امپاورمنت، یعنی توانمند سازی خانواده یهود. و سه جویش لیدرشپ ترنینگ انریچمنت، یعنی که میگن پرورش رهبران جوان که بتونن تاثیرگذار باشن برای جوامع خودشون، که بتونن به اون مناسبی که در اسرائیل موفق شدن برسن با آنها برسن. بحث ما بعضی هستش که در حال حاضر با سرمایه داران داریم که اونها خواهان آن نیستن که فرزندان خودشون به اسرائیل بیان و در ارتش اسرائیل خدمت بکنن، یعنی خواهان آن هم نیستن که به ایران برگردن. نگونه حرف حساب هم دارم میزنم، صریح دارم حرفو میزنم، ولی انتظار ما از 8 میلیون ایرانی هست که در خارج از کشور هستن، انتظار ما از یهودیان ارامنه که در اقلیت بودند و تعدی داشتن و همیشه مال و منات و ناموسشون در حال تحت الان در امان هست، دیروز هم در امان بوده، ولی نمیتونستن به مناسب عالی برسن که موفق شدن در اسرائیل به پرزیدنت برسن، به ارتش بود برسن، به وزیر دفاع برسن، غیره اینها، در یکش آمریکا قاضی بشن و غیره، در ایران نمیتونستن به این برسن. یعنی چی هست؟ اون چه که زمینه رو آماده میکنه زمینه است برای آزاد، آزادمنشی، و اینی که در فرهنگ تمدن نه فرهنگ، تمدن ایرانی اون یافت میشه. اون رو شما باید احیا بکنید، ما نیز باید چیکار بکنیم؟ اون پارس یهود رو احیا بکنیم با وجود گلوبالیسم، با وجود ملیگرایی اسرائیلی که به هر حال تبعیض قائل شده برای اینی که نیاند و همچین کار قرار باشه هر مصری بیاد ملیگرایی مصری رو بپیشه، هر کی الجزایری بیاد نمیدونم ملیگرایی الجزایری یا لهستانی و اینا، چیزی نمیمونه، ملت اسرائیلی باقی نمیمونه که منسجم باشه در مقابل تهدیدهایی که در حال حاضر هست و غیره. از این رو در این جنبندی هر کس یعنی انتظاری ازش میده. شما من با من یهودی میگم یهودیت من چه مسئولیت رو متوجه من میکنه و اون چیه؟ اونی که از نظر انسان مداری اگر قرار باشه الان دارن در جنگ و خونریزی هستش در سوریه، من برم درمانگاه بزنم و بیمارستان خیمه بیمارستانی بهش میگن بزنم توی مرز اسرائیل و سوریه که بتونم به کودکان و زنان و غیره اینا که آسیب دیدن، اونا که اینی ندارن به هر حال در این جنگی که خانمان سوزی که در این بین اومده قدس را انداخته، یعنی که منظورم افرادی که هستن پاسدانه که به اونجا رفتن با عنوان کارشناس و غیره و اینها که بین سنی و شیعه جنگ افروزی کردن و غیره اینها، یعنی که سعی من باید بر این باشه که کانون خیرخواه و بیمارستان سپیر بسته نشه. اگرم بسته شده به عنوان یک بیمارستان بیاد چیکار بکنه؟ بیاد درمانگاهش باز باشه که بتونه هنوز خدمت بکنه. برای اینکه بحث من بحث انسان مداری یهوده، بحث من هومانیته است، بحث من این نیستش که اوکی دو دولت به چگونه با همدیگه ساخت و پاخت دارن غیره از اون ندانم کاری و نابخردی احمدی نژاد که در انکار هولوکاست دارن اینو بهره میجویم. بحث من سر اینه که چگونه من میکنم دیپلماسی فرهنگی رو میتونم ایجاد کنم در بین من و شما
در فردای ایران و بتونیم قدرتمندتر با دست در دست یکدیگر انجام بدیم. یعنی به عنوان we are the people، ما مردم هستیم، باید تاثیرگذار باشیم بر دولت‌های خودمون، همینطور بر دولت نتانیاهو، همینطور بر آنچه که از نظر دولت در سایه اسرائیل، حالا گلوبالیستی هستش، نو مارکسیستی هستش، نهادینه سوسیال دموکرات هستش که تمام نهادهای قدرتی رو در دست داره و هژمونی رسانه‌ای رو در اختیار داره. ما باید به زبان رسانه‌ای مسائل رو بیان بکنیم. یعنی قدرت در دست ما هست، ما خودمون رو دست کم گرفتیم.